درود بر بینندگان گرامی برنامه زرتشت، آرتمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی و کسانی که تاکنون این سلسله برنامه ها رو نگاه کردن میدونن که در این برنامه ها از هر آن چیزی که درباره هویت ایرانی و تاریخ و فرهنگ ایران و همچنین حوزه تمدن بزرگ ایران بوده صحبت شده، گفتگو شده و به خصوص در برنامه زرتشت در جستارهای بیشتر گفتگو شده که به اندیشه های ایرانی، نگاه جهانبینی زرتشت، زرتشتیگری و آیین زرتشت، باور زرتشت و آن چیزهایی که درباره موبدان یا باورهای اشتباهی که ممکنه در مورد موبدان یا خود آیین زرتشت بوده باشه گفتگو کردیم. در نشست گذشته درباره جستار زرتشت شناسی یک جستار رو آغاز کردیم، از اینکه زرتشت که بود و کجا به دنیا آمد و حدود زمانی که زندگی کرده بود آغاز کردیم، ولی مهمتر از همه به این پرداختیم که اندیشه های زرتشت چی بوده و زرتشت در چه محیطی بالیده تا آن چیزی شده که به نام زرتشت به جهانیان فلسفه و در واقع جهانبینیش رو نشون داده و برای ما و برای همه جهان از خودش گفته ها و سیستم اندیشه بسیار با ارزش رو باقی گذاشته. مهمان برنامه در هفته گذشته جناب آقای دکتر شهرستانی بودند و این هفته هم من با خود آقای دکتر شهرستانی ادامه این جستار رو خواهم داشت. درود بر شما جناب آقای دکتر شهرستانی، از سیدنی لندن با ما هستید، خوش آمدید. به نام نامی سرزمینم ایران و به نام آزادی، به راستی که در دنیا هیچ چیزی سپندینه تر یعنی مقدس تر از نام میهنم وجود نداره و هیچ گوهری نیز گرانبهاتر از آزادی نیست. با درود به شما بانو آرتمیس گرامی و بینندگان فردیخته و ارجمندتون، همچنین درود به همه ایرانیان، درودی به بلندای خورشیدی که از قله دماوند میتابه و در واقع درود من رو به شیرزنان و دلیر مردان ایرانی که امروز در صحنه هستند و اون خیزش عظیم رو بنیاد میگذارند میرسونه و همچنین درود من به تمام اون مادرانی که هنوز با صدای هر زنگی گمان میکنن فرزند مفقودشون به خانه بازگشته و بسیار سپاسگزارم که بنده رو به برنامه‌تون دعوت کردید. آرزو میکنم که بتونیم برای همیهنانمون مفید واقع بشیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما در برنامه پیشین درباره خردورزی که بنیاد اندیشه زرتشت بود گفتگو کردیم و گفتیم که زرتشت همه چیز رو از دیدگاه یک فیلسوف خردمند نگاه کرده و اون چیزی که برای مهمترین اصلی که در واقع برای همه ما ایرانیان و در واقع میشه گفت برای همه جهانیان باقی گذاشته این بوده که انسان‌ها با خرد زندگی کنن، نه با خرافه، نه با تصورات واهی، نه با خیالات بیهوده، و بلکه آنچه که هست در دنیا رو با خرد بسنجن. در واقع خرد یعنی عقلی که زیر چتر اخلاقه، یعنی تمیز خوب و بد، تمیز نیک و بد و مصلحت و غیر مصلحت هر انسان، در این حالی که بنابر ارزش ها این کار رو انجام میده و از ضد ارزش ها دوری میکنه. در واقع زرتشت نکته بسیار مهمی که به ما یاد میده اینه که برای رسیدن به هر هدفی از هر وسیله نمیشه استفاده کرد و اتیک یا اخلاق باید در زندگی انسان ها هم پا و هم اندازه عقل جلو بیاد تا یک انسان رو بشه خردمند نامید. همچنین در این باره گفتگو کردیم که زرتشت بزرگ نخستین کسیست در جهان که اندیشه آزادی گزینش رو ارائه میکنه به انسان ها، به جهانیان، و میگه که هر انسان بایستی با گزیدن نیک از تفاوت دادنش از بد راه درست زندگی رو انتخاب کنه
ولی در عین حال هیچ چیزی تصادفی در دنیا وجود نداره و از آسمان چیزی برای شما نخواهد افتاد. آنچه می کنید نتیجه مستقیم انتخاب های شماست بین نیک و بد، و شما در نتیجه این انتخاب که آزادی گزینشی که دارید و انتخابی که می کنید زندگی نیک و خوب یا زندگی بد و گرفتار رو برای خودتون می سازید. حالا امروز آقای دکتر شهرستانی می خواهیم درباره قسمت های دیگر یا وجه های دیگری از اندیشه های زرتشت گفتگو کنیم. خواهش میکنم شروع کنید شما. بهترین روش بررسی و درست‌ترین داوری پیرامون جایگاه اندیشه زرتشت رو میتونیم در تربیت نسل های پس از او و انسان های برجسته ای که از ویژگی های خاصی هم برخوردار بودن و توانستن آثاری را از خودشون برای آیندگان به جا بگذارن میتونیم جستجو بکنیم، اون هم در این روزگاری که بسیاری از تازشگران به سرزمینمون تلاش میکنن بتونن اون سیمای زرتشت رو در بین مردم ما وارونه جلوه بدن. پژوهشگران در حوزه اندیشه شناسی و زرتشت شناسی به ویژه بر این باورن که با چند زرتشت در تاریخ روبرو شدن. یکی از برجسته ترین و کهن ترین مورخان میتونم از سویداس نام ببرم که درباره دو زرتشت نوشته و یک زرتشت دانای ماد هست که مربوط به ماد پارس و 5000 سال پیش از جنگ ترویا در واقع میزیسته. همون گونه که اطلاع دارید جنگ ترویا یا به اون انگلیسی تورجان وار، این بین صده های 12 تا 14 پیش از میلاد بوده و یکی از بزرگترین جنگ ها بوده که در اسطوره شناسی به اون اشاره شده. اما زرتشت اخترشناس در واقع در زمان نینوس هم معرفی شده که میگن در زمان نینوس که 1800 سال پیش از میلاد بوده و این پژوهش بیشتر به گاه شمار استاد بهروز نزدیک میشه، یعنی در واقع ما میبینیم که اون چیزی که استاد بهروز هم بهش اشاره کرده در واقع از همین منبع سرچشمه گرفته. و از سوی دیگه باز ما میبینیم که کلمانس یکی دیگه از تاریخ نگاران کهن نوشته که نینو تلفظ و خوانش یونانیه به نام نمرود، و شاید میتونیم بگیم به همین باور یا به همین اندیشه توجه شده و بر اساس همین متون تاریخی در واقع لقب زرتشت به ابراهیم هم داده شده و بسیاری از کسانی که امروز تاریخ زرتشتی رو به شکلی در سرزمین ما باور دارن از همینجا سرچشمه گرفته باشه، که البته ما میبینیم نام ابراهیم رو به نام زرتشت ما در گرشاسنامه اسدی طوسی هم میبینیم که در اونجا یک سروده‌ای داره که میگه پیامبر براهیم بود آن زمان، پیامبر براهیم بود آن زمان، بودش نام زرتشت از آسمان. اینها همه نشون میده که ما اندیشمندامون برای زرتشت چندین زرتشت رو معرفی کردن، اما هر زرتشتی رو که معرفی کردن از همون ویژگی ها برخوردار بوده، یعنی ویژگی اینها هیچ وقت تغییر نکرده، اساس اندیشه اونها یکی بوده و اساس اندیشه بر اساس اندیشه زرتشت نخستین، و این نشون میده که نام زرتشت در واقع یک عنوان بوده، مثل اینکه مثلا به کسی میگن استاد، این استاد ممکنه مدرس دانشگاه باشه، ممکنه استاد سلمانی باشه، ولی عنوان بهش دادن به این عنوان. به هر حال این عنوان مثل مغ، مثل کاهن، مثل موبد یا چیز، یکیش هم زرتشت بوده. بنابراین تا اینجا میخوام بگم که زرتشت، وقتی نام زرتشت میبریم، زرتشت های بسیاری بودن که در موردشون مسائل بسیاری هم گفته شده، اما ویژگی همه اونها این بوده که از یک پایه و اساس و از یک آبشخور و از یک منبع در واقع سرچشمه میگیره. برای اینکه بتونیم
یک ترسیم درستی از جایگاه اندیشه زرتشت داشته باشیم، باید نخست خود زرتشت رو بشناسیم. و زرتشت رو نمیشه از جایی بهتر از سخنان خودش شناسایی کرد. به همین شبن به نظرم اگر برم سراغ خود گاتها و از گاتها برای بینندگانمون بخشش رو بگم، مفید و سودمند باید باشه. ما در سرود 44 بند 4 گاتها داریم که اشاره میکنه ای هستی بخش یکتا، پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. آیا در روز ازل چه کسی آفریدگار و سرچشمه راستی بود؟ چه کسی راه سیر خورشید و ستارگان را تعیین نمود؟ کیست آن که ماه را گاهی بد و گاهی هلال ساخت؟ ای مزدا، من میخواهم از همه این حقایق و چه بسا چیزهای دیگر آگاهی پیدا کنم. به همین شکل این سروده البته ادامه داره و میپرسه، مسائل دیگه ای رو میپرسه که من فکر میکنم اگر بخوایم به این موضوع اشاره بکنیم خودش یک برنامه جداگانه ای رو میطلبه که فقط در همین رابطه بخوایم اشاره بکنیم. اما در این حال میپرسه که این و خیلی جالبه که بتونیم به این موضوع اشاره بکنیم، به خاطر اینکه بسیاری از همین مطالبی رو که در گاتها ما داریم و زرتشت به اون اشاره کرده و در واقع پرسش کرده از آفریدگار که اینها منشأشون و مبدأشون و خالقشون چه کسی هست، و در نهایت خودش اشاره میکنه که من با خردم دانستم که کیست. همه اینا رو ما میبینیم که بعدها در کتابهای ادیان دیگه و به ویژه در قرآن به صورت آیاتی از آسمان به زمین آمده. بله. و بله. شما فرمایشی داشتی؟ شما تمام بکنید صحبتتونو. بروی پس از این پرسش هایی که زرتشت میکنه از اون عنصری که به نام آفریدگار در واقع در ذهن خودش پرورنده، در نهایت میگه که من به واسطه خردم یافتم که آفریدگار هستی کیست و به درستی او رو شناختم. درست. این اندیشه زرتشته. حالا بفرمایید که مطلبتون بفرمایید، من ادامه بدم. بله، خواهش می‌کنم. ما در برنامه های پیشین اگر که بینندگان گرامی یادشون باشه گفتیم که اصلا آغاز خود اسم اشو زرتشت، اشو از همون اشا یا هنجار هستی میاد. اگر که دقت بکنین ببینید که در تمام گفته های زرتشت، به اصطلاح همین زرتشت سپیدمان که ما دربارش گفتگو میکنیم و کسیست که گادها سروده های اوست و به دست ما رسیده، میبینیم که زرتشت خودش رو هماهنگ با هنجار هستی میبینه. به عبارت دیگه اعتقاد داره یک نظمی این هستی داره، یک هنجاری داره که اون هنجار رو اهورامزدا یا برترین و بزرگترین دانا یا خردمندترین دانا آفریده یا ایجاد کرده، و اگر این هنجار وجود داشته باشد نیک است و خوب است و زندگی امکان پذیر است و جهان بر مبنای این هنجار به خوبی حرکت میکند و میچرخد. بنابراین نکته ای که اینجا خیلی مهمه اینه که اندیشه و کردار و گفتار راست رو که اینقدر اشو زرتشت بهش تاکید میکنه و در بارها و بارها در گاتهامون میشنویم، به خاطر اینه که میگه هر چیز راستی هنجار هستی است و هر آن چیزی که راست نیست در این هنجار نیست و ناهنجاری است و ان اشاس، که بعد آن بهتون گفتم اگر یادتون باشه آنارشی از این واژه آمده، ان اشا چیزی که چون ان بر سر هر واژه‌ای که میاد اون رو منفی میکنه، مثل ایران و ان ایران که بهش میگن یعنی غیر ایرانی،
ان اشا هم چیزی است که نیک نیست و بد است و پلید است و تباهی می آورد. بنابراین می بینیم که زرتشت چگونه با همه هنجار هستی همراهه و از همین نوع نگاه ایرانیانه که بقیه جهان بینی ایرانیان رو می بینیم شکل گرفته. ایرانی ها چون با هستی همراه هستند و هماهنگ هستند، در نتیجه ایرانیان تلاششون بر آباد ساختن جهانه، بر آزاد بودن و آزاد زیستن، بر شاد زیستن، بر روادار بودن، یعنی بر اصول دیگران و بر بودن دیگران و بر همه محیط پیرامونشون، چه از انسان چه از جانداران، حتی تا گیاهان دیگه که در روی کره خاکی میبینیم، با همه آنچه که در هستی هست انسانها روادار بودن ایرانیان. و بعد هم میبینیم که دهشمندی از همین میاد، از همین هماهنگی، برای اینکه زرتشت باور داره همه اهداف انسانها، همه این چیزی که ما از زندگی و هدفمون در زندگی میدونیم اینه که به خوشبختی و شادزیستی برسیم و خوشبختی به دست نمیاد مگر اینکه همگانی باشه. یعنی شما در یک جامعه که زندگی میکنید اگر دهشمندی کنید، خوشبختی شما با سایرین قسمت میشه و وقتی که همه یک جامعه خوشحال باشند، یک خوشبختی همگانی به دست میاد. وگرنه شما اگر در یک قصر طلا هم زندگی کنید ولی پیرامونتون ویرانه باشه، احساس خوشبختی نمی کنید. میبینید که تمام اینها همراه هست با اون هنجار هستی و بنابراین از اصول بسیار مهمی که اندیشه های زرتشت از اونجا بنیاد میگیره، همراه بودن با هنجار هستی است که ما به بقیه اصول اندیشه زرتشت و باورهای زرتشت که بعدها زرتشتی ها از اون پیروی کردن پی میبریم. خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید، ادامه بدید. بله، همینطور که فرمودید، هنجار هستی رو زرتشت هرگز نخواست به دیگران تحمیل بکنه. هنجار هستی برداشت خردمندانه زرتشت بود از آنچه که در واقع پدیده های جهان بود و بهش پی برده بود. در حقیقت میتونیم بگیم زرتشت نیکی و بدی رو نتیجه هر دو رو با زبانی خیلی ساده و اندیشه‌ای بسیار ژر شفاف و روشن کرد و جای هیچ تردیدی باقی نگذاشت. ولی هنگامی که سخن از پذیرفتن این آیین بین مردم میشد، اون رو به خود مردم واگذار میکرد. او همه در واقع همه کس رو در گزینش، در راه گزینششون آزاد میگذاشت. در آیین او از زور، از فشار هیچ اثری وجود نداره. در گاتها هیچ جا کوچکترین اشاره‌ای به این که هیچ گونه به اصطلاح زوری برای پذیرش باشه وجود نداره، تا چه رسد به جنگ و پیکار. و این میتونه یکی از ویژگی‌های اندیشه زرتشت باشه، دوری جستن از خشونت و نزدیک بودن به صلح و آزادی و آبادی. یکی از بزرگترین دشواری های مردم ما در واقع میتونم بهش اشاره بکنم که به بیراه رفتن و گمراه شدنشون از فرهنگ و هویت سرزمین مادریشون و کیش و آیین مادریشونه. البته مشکل ما این بود که ما رو بیگانه کردن. یعنی وقتی که شما با زور شمشیر آیین و اندیشه و خرد و هر آن چیزی که هویت شما رو از یک ملت تشکیل میده از شما میگیرن، به زور میگیرن و بر این گرفتن مداومت میورزن و صده ها پشت هم تکرار میشه، شما خواه و ناخواه دچار خودباختگی میشید، دچار فروپاشی اندیشه میشید، فروپاشی فرهنگ میشید، فروپاشی اخلاق میشید و دیگه میبینید که در این 1400 سال یک خشت روی خشت در این مملکت گذاشته نشد برای که اصول باور ایرانی که آباد ساختن و زندگی ساختن و هستی ساختن بود در واقع و با پیرامون در تعامل و مداراگری بودن، در هماهنگی بودن از بین میره. میبینید که تمام اصول دیگر زندگی ایرانیان هم تحت تاثیر قرار میگیره، اینطور نیست؟ آفرین، دقیقا همینطوره. و همین از همین اگر بخوایم ما از این منشأ وارد بشیم، میبینیم که جای بسی شگفتی و شاید حسرت باشه که حتی نام اصل یورشگران تازی که به خاکش
به ناموسش، به سرزمینش تجاوز کرده رو بسیاری از هممیهنان ما و کسی که در واقع به تمام دارایی های نیاکانش حمله برده و به توبره کشیده و غارت کرده، حتی نام اسب او رو میدونن و برخی به اون درجه از خاری و ذلت در واقع میشه گفت رسیدن و گرفتار شدن که نام زلجنا براشون آشناتر از نام رخش و شبدیزه. یعنی این آشکارترین شوند گمراهی میتونه باشه و به بیراه رفتن مردممون که تلاش نکردن هویت خودشون رو و فرهنگ نیایی خودشون رو، فرهنگ پدران و نیاکان خودشون رو تا به امروز به درستی بشناسن و از زیر خروارها خاکستر و زیر سم تازش انیران بیرون بکشن و بازیابی بکنن. بله. یه نکته‌ای که وجود داره اینجا جناب شهرستانی، هر ملتی هنگامی که مورد یورش قرار میگیره و دچار سرشکستگی ملی میشه، در درون خودش شروع میکنه به خشمگین شدن و شروع میکنه به فروپاشی در واقع از اون آسیب بزرگی به بدنه کشورش و به بدنه فرهنگ و هویتش میخوره، شروع میکنه سروایو کردن یا فقط بقا پیدا کردن. متاسفانه اشکالی که برای ایران پیش اومد که خیلی تفاوت داشت با حمله اسلام به غرب، به اروپا، این بود که ما پس از اسلام مکرر و مکرر توسط ترکان آسیایی میانه، قبایل زرتشت مغولی و ترکان دیگه، حالا یه قسمتشون مغولستان بود ولی ترکان دیگه، سلجوقیان، خوارزمیان و بقیه، هنگامی که ما مرتب مورد یورش قرار گرفتیم، دران و برجستگان جامعه رو به طور مکرر قلع و قمع کردن، کشتن، سر بریدن. هنگامی که اینا به یک شهر یا یک روستا وارد می شدن، شروع می کردن افراد نخبه و برتر یک شهر رو، حالا کت خدا بوده، شهردار بوده، فرماندار بوده، هر آن چیزی که در صدر یک جامعه نخبگان و الیت یک جامعه رو تشکیل می دادن، که افراد باسواد اون جامعه بودن و افراد کتابخوان اون جامعه بودن رو از بین می بردن. شما مواجه می شید پس از یکی دو نسل با جامعه ای که کتابخانهاش، دانشمندانش، دانایانش رو از دست میده و کسانی که باید اون فرهنگ رو از توی اون کتابها میخوندن که بتونن برای نسلهای بعدی آموزش بدن، در جامعه فقدانش حس میشه و به مرور جامعه‌ای که نمیتونه ارتباطی برقرار کنه با دانش گذشته، با هویت و تاریخ گذشته، تبدیل میشن به انسانهایی که فقط روی هوش شنوایی، روی آموزش شنوایی به هم دیگه منتقل میکنن. تنها نکته‌ای که واقعا ما همیشه میگیم به عنوان زنده نگه دارنده فرهنگ و زبان و هویت ایرانی، به ما این کمک بزرگ رو کرد که ما هر آنچه که در خدای نامه ها داشتیم رو حداقل به صورت شنوایی، آبایی و قلبی، یعنی از حفظ کردن، از بر کردن، به نسل‌های بعد منتقل بکنیم، فردوسی بود که توسط شاهنامه خوشبختانه تونست قسمت بسیار بزرگی از اوستا، از خدای نامه های پس از اون که نوشته شده بود در دوران ساسانیان یا اشکانیان، هر آنچه که باز مونده بود رو به دست آورد به زبان پهلوی و شروع کرد اونها رو به چام سرایی و زبان فارسی از طریق اون دوباره احیا کرد. ما در واقع از طریق شاهنامه بزرگترین منبعی بود که تونستیم هویت ایرانی رو منتقل کنیم و هر آنچه که به ما حمله کردن و کتاب سوزی ها شد و سران رو از بین بردن و نخبگان و دانایان و باسوادان جامعه ها رو از بین بردن، هر جایی که بود اینو تونستن مردم، و میبینید که اکثر این شاهنامه خوان ها روستاییان بودن، یعنی روستاییان بودن که قبایل مثلا فرض کنید لور بودن، کرد بودن، انواع و اقسام این دسته های گوناگون و به خصوص ایلیاتی یا روستانشین های ما اینو تونستن حفظ بکنن، نام های شاهنامه رو بر فرزندانشون گذاشتن، داستان ها رو به نسل های بعدی منتقل کردن و این تنها نکته ای شد که ما ببینیم مراسم یا آداب و رسوم به امروز به دست ما رسید و خوشبختانه حداقل ما نوروز از دست ندادیم، ما شب چله رو از دست ندادیم، ما مثلا جشن صدر رو از دست ندادیم و بسیاری دیگه از ریز و درشت های فرهنگیمون رو. میریم یه میان برنامه میبینیم، باز میگردیم با شما در این قسمت ادامه میدیم گفتگو رو.